بسم الله الرحمن الرحیم استاد محترم سوال ما این, این است که آیا ارواح انسان ها بعد از وفاتشان با اهل دنیا ارتباط دارند و یا نه خیر و عقیده یک مسلمان در این باره چی گونه باید باشد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلوات و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم علی و صحبه اجمعین در قسمت ای که شما پرسیدن که مسئله زندگی شهدا اول باید سر از بحث بکنیم که خود زندگی شهدا چه قسم است و باز بعد از او بر ما واضح میشه از دیدگاه قرآن و سنت که رابطه از اونا با انسان ها چه قسم می باشن. در قرآن از مشان آیات در قسمت شهدا به دو شکل آمده است مبیین، صدیقین، شهدا و صالحین در بعضی از آیات قرآن است که اونا میگن که امی شهدا که هست فوت کردن و در بعضی از آیات قرآن میگه که شهدا زنده هستن آل ای شهید فوت کرده و ای آیات دیگه میگه که نه زنده هستن در ظاهر امر یک پیش مردم یک تناقض معلوم میشه آیات قرآن چطوری در یک جای میگه زنده است در یک جای میگه فوت کرده و مشکل مردم هم در امی قسمت پیدا میشه که امی آیات درست نفهمیدن مثلا کسایی که فکر میکنن که در آیات قرآن گفته شده که اونا زنده هستن پس اونا را زندگی مطلق برشان میتن میگه زنده هستن خلاص و بر شما استدلال میکنن که پس اونا خو قرآن میگه که شهدا زنده هستن ولا تقول و لما یختل فی سبیل الله اموات و اگر برشان بگوی که شهیدا فوت کردن باز شما را متهم میکنن به غلطی یا سوی عقیده میگه عقیده از غلط است یا خراب است و در جانب مقابل کسایی که آیات را میخوانه که چی است اونا فوت کردن و ایایات زندگی را متوجه نمیشن و اونا باز یک نوه در این قسمت با تفاوتی برخورد میکنن پس راه حل چی است؟ ما آیات قرآن می بینیم که در یک آیات قرآن الله متعال اول آیاتی هست که میگن که پیغمبر، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله هر کسی که از مخلوقات هستند اینا فوت میکنن چون الله متعال عقیده ما همی است که الله مطال میگه کل نفس زائقت الموت وقتی که اینجا گفت کل نفس زائقت الموت به این معنا هست که هر صاحب نفس امو مزه مرگ می چشه دی کلشان داخل است نبی این صدیقین شهدا و صالحین و اولیاء الله کل از اینا صاحب نفس هستند مخلوق هستند اینا میمیرن ايه دیگه قران مثلا مشخصا در مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه که ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم البته اینج میگه که رسول الله صلی الله علیه و وسلم یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم یک بشر است که رسول الله الله است و قبل از این هم رسولان و انبیاء الله دیگی بوده علیهم السلام پس اگر ای بمره یا کشته شود و ای به این معنا هست که ای پیغمبر فوت میکنه و یا مثلا اگر کشته شود بنا شهید شود آیا شما به با پاهایتان بر هدفی است که وقت رسول الله وفات کرد عمر رضی بسیار حیجانی شدند و زیاد صحابه مثلا چون محبت بسیار قوی با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند ولی ابو بکر صدیق همی آیت قرآن تلاوت کردن و گفتن که بله و ما محمد الله رسول قد خلت من قبله رسول قبل از دیگه پیغمبر ها بودن اونا فاوت کردن بنا این هم فاوت میکرن به ایساب ما و شما میگیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فاوت کردن و تمام کتاب ها به اشما میگن که رسول الله صلی الله علیه سالگی جهان فانی را لبای گفتن و فاوت کردن در آیت دیگه قرآن میگه که کل من علیها فان هر چیزی که در روی زمین از مخلوقات هستن همه آم، از انا فانی میشن و فوت میکنن و از بین میرن قسم دوم انال این یاد ثابت میکنه که نبیین صدیقین شهدا صالحین اولیاء الله شهدا کلشان فوت میکنن قسم دوم آیات دیگه ای هست که بر ما میگه که شما بر از اینا نگوین که نام مرده هستن مثلا نگایت قرآن میگه ولا تقولو لما یقتلو فی سبیل, الله اموات شما نگوین بر کسایی که در فی سبیل الله یعنی در جهاد در فی سبیل الله در جهاد قتالی مسلحانه به شهادت رسیده اونا رو شما اموات نگوین مرده ها نگوین بل احیا اون بلکه اونا زنده هستن ولکن لا تشور لکن شما امی زندگی از اینا را احساس نمیکنین خب اینجا دو نقطه مطرح میشه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون در این آیه هم میگه ولا تحسبن شما گمان میکنین یا عقیده نکنین الذين کسان را که قتلوا في سبيل الله که اینا به شهادت رسیدن در راه الله در جهاد در راهی الله اینها رو شما مرده ها محاسبه نکنین یا گمان نکنین بل احیا آن بلکه را چی هستن زنده هستن عند ربهم یرزقون هستن خب آل اینجا ما و شما وقتی که آیا شهدا زنده هستن و یا مردن نقطه دوم که د قسمت باید خب ما ای آیت هم خاندیم ای آیت خاندیم آل سوال پیدا میشه که اگر مردن چه قسم است اگر زنده هستن چون ای یا یاد اونجا گفت که کل من علیه فان و اینجا گفت که اینا زنده هستن این حال علما میگن ما باید اقسام زندگی رو بفهمیم ما سه قسم زندگی داریم یکی زندگی دار دنیا هست یکی دار البرزخ هست و یکی دار القرار است. سه قسم زندگی هست زندگی دار دنیا که هست زندگی دنیا هست که در اینجا انسان چی میکنه؟ در زندگی دنیا هر کدامش احکام خاص داره زندگی دنیا را میگن ای احکامش بالای جسد است پس حکم بالای جسد شما میشه و روح تابع جسد است اینجا روح تابع چی است؟ جسد است بله قسم دوم در عالم برزخ است که احکام بالای ارواح میباشه و بدن تابع ارواح است متوجه هستین؟ و قسم سوم زندگی دار القرار است که احکام بالای ارواح و اجساد است ارسش هم ارواح هست هم اجساد هست. در روز قیامت بله دار القرار منظور ما روز بعد از اینکه بحث میشه در جنت و در دوزخ و در سرات و در میزان در ایالت باز اینی دار القرار در اینجایی باشه خب آل میم سرازی گفته میتونیم که شهدا یکی زندگی دنیا شد یکی زندگی برزخ شد به حساب زندگی دنیا ای آیات قرآن تعلق میگیره زندگی که میگه که فوت میکنن تعلق میگیرن به زندگی دنیایی که حکم بالا اجساد میشد و ارواح تابع ازی بود در اینجا شهدا فوت کردن چرا الله متعال کل نفس زائقت الموت اما به اساس زندگی برزخ شهدا زنده هستند پس جمع بین آیات چه قسم شد؟ که او آیات قرآن که درباره مرگ نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است مرگشان فوت شدنشان به حساب زندگی دارفانی دنیا هست پس در این دنیایی که ما شما فعلا زندگی میکنیم از این دنیا یا انتقال کردن در اینجا فوت کردن از این خاطر از شهیده شما میفهمین که خانمش بیوه گفته میشه شما یه تفلش یتیم گفته میشه مال شهید و ورسیش ترکه میشه تقسیم میشه احکام زنده بالای از او تطبیق نمیشه بنابراین در زندگی ما اینا فوت کردن همی آیت قرآن همین موضوع رو میگه که کل من علیها فان و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل که دیگه پیغمبر را فوت کردن از زندگی مثلا موسی علیه السلام رفت امو وظیفه موسی علیه السلام ختم شد پیغمبریش وقتی که موسی علیه السلام ختم شد باز عیسی علیه السلام خود زندگی عیسی علیه السلام در این وقت که نوبت موسی علیه السلام نیست پیغمبر آل فعلا او است وقتی که عیسی علیه السلام بر رفع الله نوبت رسید آل فعلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد صحابه کلشان ابو بكر صدیق را دلتا به اجماع به صفت خلیفه این کردن پس ایناله شهدا زنده هستند در کجا؟ در عالم برزخ پس آیاتی که زندگی از اونا میگه والا قول یعنی شما هتا... حتی نگوین والا تقول قولو لما فی سبیل الله اموات بل احياء الله میگه بلکه اونا زنده هستند در کجا زنده هستند در عالم برزخ زنده هستند بازری آیات قرآن همچنان میگه والا لا تشعرون ببینید آیات صریح صراحتا بر ما میگه که اونا زنده هستند ولا لا تشعرون شما زندگی از اونا را احساس کرده نمیتونین یعنی شما نمیفهمین که اونا چه قسم زنده هستن؟ چرا زندگی برزخ زندگی غیب است مثلا اگر شما تا به صبح دم داخل قبرستان به امرای یک میت که در اونجا دفن است شما در پالوش خو کنین زندگی شما زندگی این دنیا زندگی از زندگی غیب است برزخ است پس اگر سر روز عذاب بیاید نعمت بخوره هر چی بخوره خودت اصلا احساس کرده نمیتونی چرا آیت قرآن میگه والا لا تشعرون اگر ما بگیم نه ولا شهید آمد مکت شهید گپ زدم شهید کته مق سکت شهید نان خورد خیلی آیه قرآن برات مشکل پیدا میشه که والا لا تشعرون و در آیات آیات دیگه میگه خب آیه شهید غذا میخوره بلی میگه شهید غذا میخوره نان میخوره بلی میخوره میوه ها را میخوره بلی میخوره در کجا میخوره میگه بل احیاء آیت قرآن میگه زنده هستن عند ربهم یرزقون در کجا رزق میشن عند ربهم نه در دنیای ما و شما بناهن اگر ما یک نان میبریم و در پیش یک قبر شهید میمانیم و یا مثلا نیره به نام شهید کوازمه و ارواحش می و فلان میخره در این صورت اینجا باز یک مشکل اعتقادی پیدا میشه که اونجا چی هست و منزلت ارواح اگر ما و شما بخانیم مثلا در ارواح در کجا می باشن اینا ارواح که است بعضشان در مقام بالا هستند در ملعول اعلا کی مقام پیغمبر ها هست پیغمبر ها ارواحشان در کجا هستند مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم با امرای را ملاقات کرد در ملعول الاعلا ارواح بعضی ارواح هست که از شهدا هستند که اینا میگن در کجا هستند اجازه تان باشه این حدیث شریف بخونم در حدیث شریف میگه که میگه عن ابن عباس رضی الله عنه ما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اصيب اخوانکم باخد جعل الله ارواحهم جعل الله ارواحهم في جوف تایرین خادرین ترد انهار الجنه تاكل من ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العرش متاجيس سَكِّيَ حديث كل سؤال له جواب مگه چي مگه دري حديث شريف مگه عبد الله بن عباس رضي الله ما مگه مگه وقتي كه برادرهاي شما كه در اوهاق بودن رسيدن الله متعال مگه ارواح زنورا بعد از شهادت ده في جوف طير خضر در أَمُو جاغور پرنده های سبز رنگ تردو انهار الجنتی که اونا آب می نوشن از نرهای جنت تأکلو من سمار ها که اینا از سمار جنت می خورن متوجه هستین و تعوی و با باز بر می گردن قنادیل من زهبین با یک چراغای که قندیل های تلایی هستن معلقتن که یا آویزان هستن فی زل العرش دمو سایه عرش فلما ما وجدو چی میگه؟ میگه فلما ما وجدو تی و معکل هم و مشرب هم میگه وقتی اینا دیدن که چقدر خوراک های زیبا هست و نوشابه های زیبا هست و مقیل هم و جاهایی که در اونا استراحت میکنن چقدر زیبا هست قالو می یبلغ اخواننا عنا اینا اینجا نامدن متوجه هستین صحابه که شهداي احاد بودن اینا پس نامند در خانه های خود خبر بدن سوال کردند که من یو بلغ اخوارنا عنا کی بره برادرای ما خبر میده که ما در چه حالت خوبی قرار داریم انا احیا که ما زنده هستیم اینا احیا ما زنده هستیم فل جنت در جنت نرزقو لالا یزهدو فل جهاد تا که اونا در مسئله جهاد تو تنبلی نکنن ولا ینکلو عند الحرب و در وقت جانك مثلا سستي وتنبلي وعاقبني شي فقال الله سبحانه وتعالى الله متعرف شما در باشن انا ابلغهم عنكم ما بروزنا مرسلون فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بس اينه اي ايات القران ميكي اونا شهدا حديث ايات روایت دیگه همه که وقتی اینا یه حالت خدا میبینن بالاخره اونا میخواهند که دوباره پس برای جهاد و برای عزیز در دنیا به بر از اجازه داده نمیشه و شما برشان گفته هم میشه که شما وظیفه تانه در چی در دنیا ختم کردین و آل نوبت دیگه را هست این حالا بیتاریم در قسمت نتیجه گیری بکنیم و نتیجه گیریشی است که شهدا نبیین، صدیقین، شهدا صالحین، اولیاء الله و تمام از نظر به آیات قرانی به زندگی فانی که ما در دار الفنا هستیم در دنیا هستیم اینا ازی فوت میکنن و میرن به زندگی برزخ و اونا در زندگی برزخ نظر به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه در زندگی برزخ می و در اونجا هم مراتبشان فرق میکنن حتی بعضی از شهدا هستند که در روایات میگه اونا مستحق هزی هستند که به جنت برن لیکن به خاطر دین یا قرضی که دارند اونا در دان دروازه جنت چی می باشند، استاد می باشند تا وقتی که در روز قیامت محاسبه ایشان شود و ارواح های مختلف در هر جای هستند بناهن شهدا زنده هم هستند به حساب عالم برزخ و فاوت کردن به حساب دنیای ما و شما و لا تشعرون دلالت به این میکنه که ما زندگی شهدا را احساس کرده نمیتونیم و بعضی اوقات پیش بعض از اشخاص و تو شیطان می به شکل یک شهید خود پیش میکنه و بعضی از لعب و ساتیری در سر از اینا میکنه و عقید از را خراب میکنه یا فکر میکنه که ولی شهید آمده بود در حال که والا که لا تشعرون هست شما زندگی از اونها را احساس کرده نمیتونید چون زندگی از اونها زندگی غیب است اگر ما غیب ببینیم و چشم خود ببینیم باز الذین یؤمنون بالغیب باز اینجا خرابی پیدا میکنن به و شهدا حتی به خاطر جهاد اگر میخواستن بین برشان اجازه داده نمیشه چون وظیفه خدا اونا ختم کردن و حتی شهدای خود وقتی خواستن که خبر بتن برای خانواده خود دیگه مسلمان ها از حالت خود الله متعال گفت که ما برشان خبر میتونم شما در اونجا باشین و هستین بناهن از این خاطر در قسمت شهدا باید متعقیده داشته باشیم چرا اگر یک کس احساساتی در قسمت شهدا بحث میکنند چون در بعضی جایا سر از گپ ها میشه باز ما باید ای آیات قرآن چون انسان مسلمان اگر به یک آیات قرآن کافر شود باید در جمله کافرها گفته میشه پس باید با تمام آیات قرآن به مور شکلی که رسول الله صلی الله تشریح کرده با ایمان داشته باشیم و سلام علیکم و رحمت الله و